سلام بچه‌ها، خسته نباشید، روزتون بخیر باشه. امیدوارم که سلامت و پیروز باشید. ما امروز میخوایم فصل شمارش و دو فصل آخر ریاضی دهم با هم بریم جلو. بچه‌ها امروز میخوایم خدمت شما عرض شود که اصل جمع، اصل ضرب و جایگشتا رو تموم کنیم، بعدش دیگه میریم سراغ ترکیبیات، خود ترکیب و احتمالا. ببینید، ما اول اصل جمع و اصل ضرب رو بر جا بندازیم. یکی اصل جمعه، یکی اصل ضرب. شما ببینید بچه‌ها، فکر کنید خدمت شما عرض شد که از اینجا میخوای بری زنجان. اوکی، وقتی از اینجا میخوای بری زنجان، فکر کن که باید بری قزوین، بعد از قزوین بری زنجان. اوکی، از اینجا تا قزوین فکر کن 3 تا راه هستش. اوکی، از قزوین هم تا زنجان فکر کن 2 تا راه هستش. اوکی، ما اگر بخوایم به تعداد راههایی که از کرج به زنجان هستش حساب کنیم، بچه‌ها میگیم که از اینجا میرم قزوین و از قزوین میرم زنجان. بچه‌ها وقتی میگی و، یعنی باید تعداد راههای این بین رو ضرب کنی، یعنی اینجا 3 تا راه، اونجا 2 تا راه، 3 تا 6 تا راه ما داریم که از کرج بریم زنجان. اوکی بچه‌ها، ولی حالا فکر کن که من میرم خرید. اوکی، میرم خرید، کتاب میخوام بخرم. 5 تا کتاب هستش که ورزشیه، 6 تا کتاب هستش که علمیه، 2 تا کتاب هم هستش که مثلا تخیلی، هر چیزی که هست. اوکی، وقتی من انتخاب هایی که برای خرید کتاب میخوام حساب کنم، باید همه اینا رو با هم چیکار کنم؟ جمع کنم. میگم یه دونه کتاب میخوام بخرم، درسته؟ یا از اینا میخوام بخرم، یا از اینا، یا از اینا، درسته؟ پس اینا همه رو باید با هم چیکار کنم؟ جمع کنم، که میشه اصل جمع. بچه ها، زمانی که یا اومد، زمانی که یا اومد یعنی اصل جمع هستش. زمانی که و اومد یعنی چیه بچه ها؟ اصل ضرب هستش، که راحت میتونیم حسابشون کنیم و ادامه داستان. این اصل جمع و اصل ضرب و بچه ها تعریفاشو که اینجا داریم، خب این تعریف ها دقیقا تعریف های کتابشون هستن. تا من مسئله حل نکنم شما مسلط نمیشی. اوکیه؟ بریم با هم. خب بریم بس ببینیم اصلا کیا هستن. همه دارن کم کم میان. بچه ها بدویی، چرا دیر میایید؟ بدویید نورا جان، به بقیه هم زنگ بزنید، به هلیا، به بقیه هم زنگ بزنید، سریع بیان. خب من الان میترسم توضیح بدم و بچه هایی که نیومدن اذیت بشن. بله، سلام، سلام به همه تو. خب ببینید اینجا رو نکنید، من اینو بگم دیگه، مجبوریم توضیح بدیم دیگه. نکنید باران، این باران، اوکی، این باران میخواد که کتاب، یه دونه کتاب داستانی علمی یا ورزشی به امانت بگیره. اوکی بچه ها، تو کتاب خونه 5 تا کتاب داستان، خیلی اینا ساده انا. من فکر کنم کاربردی ترین فصلی که توی ریاضی هستش همین فصل شمارش و ترکیب و این چیزا هستش. اوکی، پس کاربردی ترین مبحث ریاضی که توی زندگیتون بیشتر به درد میخوره این فصله. شمارش همیشه اینجوری نیستش که بچه ها 4 نفر اینجا وایسادن و بشماریمشون. شمارش خیلی سخت میشه، بعضیا واقعا سخت میشه. ما اگر قانونای جایگشت، قانونای ترکیب اینا رو بلد نباشیم، واقعا کارمون زاره. اینجا رو نکنید، کتاب خونه 5 تا کتاب داستان داره، 15 تا کتاب ورزشی داره، 20 تا کتاب علمی داره. باران باید یه دونه کتاب بخره، یا داستانی یا علمی یا ورزشی. بچه ها یه دونه کتاب باید بخره از بین این همه کتاب. چند تا انتخاب داره بچه ها؟ وقتی یا آورده یعنی چی؟ باید با هم جمع کنه، یعنی 20 تا، 15 تا، 5 تا، که اینا رو با هم جمع میکنیم. این 35 با اون 5 میشه چند بچه ها؟ 40. یعنی 40 تا حالت داره که یه کتاب بخره. پس 5 تا کتاب داستان داریم، 15 تا ورزشی، 20 تا کتاب علمی. از بین اینا بچه ها یه دونه کتاب باید بخره. یه دونه کتابی که میخواد بخره بچه ها باید اینا رو با هم جمع کنیم. چرا؟ چون یا هستش. اوکیه؟ خب بریم. پس بچه ها اگر یه دونه انتخاب داشت، یا بعد اینو بخره یا اینو، یا اینو، باید با هم چیکار کنیم؟ جمع کنیم. این از این. خب
بریم ببینیم به چه صورت سوال بعدی. ببینید ارشیا خب 3 تا کت داره، 4 تا پیراهن داره، 3 جفت جوراب داره، 2 جفت هم کفش داره. اوکی؟ میخواد بره مدرسه، چند تا انتخاب داره؟ بچه ها ما نمیتونیم بگیم که یا اینو میپوشه یا اینو میپوشه یا اینو یا اینو، درسته؟ همه رو با هم بپوشه دیگه، نمیتونه فقط 3 جفت جوراب بپوشه بره سر کلاسش که، درسته؟ پس بچه همه رو باید با هم بپوشه، یعنی مثلا یک کت بپوشه، یه پیراهن خاص بپوشه، یکی از اون جفت جوراب انتخاب کنه، یه جفت هم کفش انتخاب کنه. پس بچه برای رفتن به مدرسه یه کت احتیاج داره و یه پیراهن احتیاج داره و یه جفت جوراب و یه جفت کفش. بچه وقتی و آوردی، یعنی اینا رو همه رو باید با هم چیکار کنی؟ ضرب کنی بچه، یعنی میشه از بین کتا 3 تا، از بین 4 تا پیراهن، از بین 3 جفت جوراب، از بین 2 جفت کفش. یعنی اینا رو با هم ضرب کنیم بچه. خدمت شما هست یاد که میتونیم تعداد حالتهایی که میتونه لباس بپوشه بره مدرسه رو میتونیم حساب کنیم. اوکی بچه ها؟ کسایی که اوکی هستن یه مثبت بذارم. خب بچه ها من لینک رو خیلی زود گذاشتم روی کانال، چرا بچه ها اینقدر دیر کردن نیومدن؟ زود بیایید دیگه ببینا جان. ببین اینجا فقط سلام مارا جان به همه بچه ها زنگ بزن بیان. کجا همه بچه ها زنگ بزن بیان؟ خب مبینا جان ما توضیح خاصی ندادیم، فقط یه اصل جمع رو گفتیم و یه اصل ضرب رو گفتیم. گفتیم که توی اصل جمع یا فقط از یا استفاده میکنی، توی اصل ضرب فقط از و استفاده میکنی. مثلا میگه که احمد میخواد بره مدرسه، یه سه جفت کفش داره و فلان و فلان و فلان. اوکی وقتی میخواد بپوشه همه رو باید همه رو با هم بپوشه، یعنی و. اوکی ولی زمانی که یا باشه همه رو با هم جمع میکنی. بله اسم رو نگاه کن فقط. خب سوال بعدی، پس بچه این سوال هم دوباره توضیح بدم. این 3 تا کت داره، 4 تا پیراهن داره، 3 جفت جوراب داره، 2 جفت کفش داره. برای رفتن به مدرسه وقتی میخوایم حساب کنیم چند تا حالت داره بچه، همه اینا رو با هم چیکار میکنیم؟ ضرب میکنیم. این 3 تا کت و 4 تا پیراهن و 3 جفت جوراب و 2 جفت کفش رو با هم ضرب میکنیم، تعداد حالت هایی که میتونه بره مدرسه رو حساب میکنیم بچه. اوکیه؟ خب سلام علیکم. بریم سوال بعدی بچه ها، عزیزای دل بریم سوال بعدی. ببین اینجا رو نگاه کن، ببین چقدر با و و یا بازی میکنه. من بهتون گفتم که و یعنی اصل ضرب، بهتون گفتم که یا یعنی اصل جمع. اوکیه؟ و یعنی اصل ضرب، یا یعنی اصل جمع. قبول بچه ها؟ میگه که علی میخواد بره عیادت دوستش. خب اینجا رو نگاه کن، این یا اینجا، اینجا و، اینجا هم چیه؟ و. میخواد بره عیادت دوستش. خب از بین 3 نومیوه و 4 تا گل. اوکی وقتی بینش ضربه یعنی 3 ضرب در 4. از بین 2 نوشینی و 3 نو آب میوه و هستش، یعنی 2 ضرب در 3. اینجا یا هستش، یا میشه چی بچه؟ جمع. پس وقتی میخواد بره عیادت دوستش میخوام ببینیم که از بین این چیزایی که نوشته چند تا انتخاب داره. میگه یا باید اینو انتخاب کنه، یا باید اینو انتخاب کنه، درسته بچه ها؟ وقتی میخواد اینا رو انتخاب کنه یا بینش از این یا میشه چی بچه ها؟ جمع. اوکی این یا میشه جمعمون. قبول بچه ها؟ 3 نو میوه داره، 4 نو گل داره، اینجا و هستش، پس این و میشه ضرب. اینجا هم این و میشه چی؟ ضرب. پس میشه 2 تا 6 تا، برای 3 4 تا 12 تا، درسته بچه ها؟ که راحت میتونیم تعداد حالت هایی که میتونه برای عیادت دوستش رو حساب کنیم. قبول بچه ها؟ خب اگه اوکی هستین یه ذره سوالات رو باید سخت‌تر کنم. بله بله تنبل شدن بچه ها، تنبل شدن تا بیان تو کلاس. بله
خب یه مثبت بذارید ببینم توی صفحه چت هم ببینم کیا هستن، یه مثبت بذارید. اگه سوال قبلی هم اوکی هستید، هلی جان چطوری؟ آنیتا، ساناز، بله 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 بله. خب قایب زیاد داریم بچه ها، قبول داری؟ قایب زیاد داریم و من نگران اونا هستم بچه ها. اون کلیپ هایی که روی کانال گذاشتم اون کامل دیدید از تابه؟ اون چند دومینه والا یادم نیست، همین داریم به ترتیب میریم دیگه. الان بچه ها ما اینا رو میگیم تا سر جایگش میگم، بعدش دوباره من کلیپ ها رو با ترکیب ادامه میدم، بعدش دوباره برای احتمال میایم کلاس آنلاین. فقط هماهنگ با هم باشید دیگه. کیا اون کلیپ های توی کانال رو دیدم بچه ها؟ کلیپ هایی که تابه فصل تابه رو تمام کردم. دوره کلیپ های بعدی بچه ها فصل تابه رو چند سال ازش حل میکنیم که ویژه تسلط باشه. بعدش این جایگشت اینا که الان من مواسه بیسشو دارم میگم، خب بعد اینا دیگه میریم سراغ ترکیب توی اون کلیپا، بعدش دیگه احتمال رو میایم کلاس اینجا. اوکیه؟ یه چیزی بگو. خب بچه ها نیا کنید، اینجور سوال حتما توی امتحاناتون هست، حتما. من این رنگ قشنگه رو بردارم. ببین میگه که رقم های 3 و 4 و 7 و 8 رو داریم. اوکی 3 4 7 8 داریم. اوکی بچه‌ها این 4 تا رقم رو داریم. میگه چند تا عدد 4 رقمی میتونیم درست کنیم باهاشون؟ چند تا عدد 4 رقمی بچه‌ها؟ این عدد 4 رقمی ما قبوله؟ این عدد 4 رقمی ما میخوام ببینیم که چند تا عدد 4 رقمی میتونیم درست کنیم. بچه‌ها توی این یکان چند تا حالت میتونیم بذاریم بچه‌ها؟ یا میتونم 3 بذارم، یا میتونم 4 بذارم، یا میتونم 7 بذارم، یا 8. درسته؟ چند تا حالت بچه‌ها؟ 4 تا حالت. اوکی. توی اینجا بچه‌ها میتونم 3 و 4 و 7 و 8 رو بذارم دیگه. چند تا حالت؟ 4 تا حالت. بچه‌ها اینجا میتونم 3 و 4 و 7 و 8 رو بذارم. چند تا حالت؟ 4 تا. اینجا هم چند تا حالت بچه‌ها؟ 4 تا حالت. درسته بچه‌ها؟ من میگم که آقا رقم اول این باشه. رقم اول این باشه. و رقم دوم این باشه و رقم سوم این باشه و رقم چهارم این باشه. درسته؟ پس بینشون و هستش دیگه. نمیتونم بگم که یا رقم اول میذارم یا رقم دوم. چهار رقمی هر چهار تا رقم باید بذاریم. درسته؟ بینشون و هستش. میگه اگه رقم اول این باشه، این باشه، این باشه، این باشه، میخوام ببینیم تعداد حالتاش به چه صورت هستش. همین رو با هم چیکار میکنیم بچه‌ها؟ ضرب میکنیم. 4 ضرب 4 ضرب 4 ضرب 4 میشه 4 به توان 3. اوکی بچه‌ها؟ این تعداد حالتایی که بچه‌ها ببینید من این سوالاتو خب بله خب بریم بچه ها. ببین اینجور سوالات که عدد 4 رقمی و عدد 6 رقمی رو میخواییم بسازیم بچه ها، من از بیس بیس از ساده ترین سوالش دارم شروع میکنم، میریم به سخت ترین سوالش. میریم جلوتر، میگه که آقا چه حالت هایی وجود داره اگر مثلا دو رقم آخرش هفت و دو تا یکان و صد بیاریم مثلا 7 و 8 بشه. چه حالتایی هستش که 78 کنار هم باشن؟ چه حالتایی هستش که 78 باشه؟ چه حالتایی هستش که 78 اول باشه؟ بچه همه اینا رو من حساب می‌کنم، بعد بدون تکرار با تکرار. اوکی بچه‌ها خیلی حواستو جمع باشه، خیلی زیاد ما اینا رو گاماس گاماس با هم دیگه بریم جلو. گاماس گاماس با هم بریم جلو بچه‌ها. بریم سوال بعدی. سوال بعدی به ما میگه که میگه که با ارقام 1 و 5 و 9 با ارقام 1 و 5 و 9 میخوایم ببینیم که چند تا عدد 3 رقمی میتونیم بسازیم بچه ها. این عدد 3 رقمی مون 1 2 3 قبوله. اینجا یه موضوع مهمی رو گفته بدون تکرار. وقتی گفته بدون تکرار یعنی که مثلا من بتونم 1 5 9 اینجا بذارم، گیریم که مثلا 5 رو گذاشتم اینجا، دیگه 5 تو رقم صدگان نمیتونم بذارم. گیریم که مثلا 9 رو من گذاشتم اینجا، دیگه 9 رو اینجا نمیتونم بذارم. درسته بچه‌ها؟ پس وقتی بگه اگه ببین من با تکرارش رو حساب میکنم، بعد بدون تکرارش هم حساب کنم. پس اینجا بچه‌ها با تکراره. اینی که میخوام حساب کنم
با تکرار هستش. با تکرار یعنی اینکه 1 5 9 اینجا میتونه باشه، اینجا میتونه باشه، اینجا میتونه باشه. قبوله بچه‌ها؟ اینجا میشه 3 تا حالت، اینجا میشه 3 تا حالت، اینجا میشه چند تا حالت بچه‌ها؟ 3 تا حالت. 3 به توان 3 یا همون 27. اوکی. پس این حالتایی که با تکرار هستش. درسته بچه‌ها؟ این حالتایی که با تکرار هست. وقتی به شما بگه بدون تکرار، وقتی به شما بگه که بدون تکرار چه میکنم؟ بدون تکرار بچه ها به این صورت عمل میکنم که ببین ما جایگش ها دیگه مفهومشون همشون اینجوری بدون تکرار هست. بدون تکرار از اینجا شروع میکنیم بچه ها. از این رقم شروع میکنم. چند تا رقم دارم که خونه اول بذارم؟ خونه اولمون بچه ها من 3 تا رقم دارم دیگه. 3 تا، یا میتونم 1 رو بذارم، یا 5 رو بذارم، یا 9 رو بذارم. اوکی بچه ها؟ پس برای این خونه اول من 3 تا حالت دارم. قبوله؟ بچه ها برای خونه دوم چند تا حالت دارم؟ گفته بدون تکرار. یعنی از این 3 تایی که انتخاب کردم بچه ها یه دونش رو حتما اینجا گذاشتم. مثلا فکر کنید 5 رو گذاشتم. اوکی بچه ها؟ فکر کنید 5 رو گذاشتم. چند تا حالت میمونه؟ دو تا حالت. پس دو تا حالت اینجا دارم. فکر کنید مثلا یکم گذاشتم اینجا، چند تا حالت میمونه؟ یه دونه حالت بیشتر نمیمونه که عدد 9. درسته بچه ها؟ پس میشه 3 دو تا 6 تا، 6 یکی 6 تا. پس این حالت بدون تکرار هستش. قبوله بچه ها؟ این حالت بدون تکرار هستش. اوکی. من یه دونه سوال بدون تکرار حل کنم. مثلا میگه با، میگه که با ارقام، با ارقام 4 و 5 و 6 و 7 و 8 چند عدد 4 رقمی بدون تکرار میتوان نوشت. درسته بچه ها؟ بریم ببینیم. گفته با عدد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 4 تا رقم اگه نداریم بچه؟ گفته بدون تکرار. وقتی گفته بدون تکرار یعنی برای این خونه اولم من 4 تا خونه، 4 تا حالت دارم که انتخاب کنم. درسته بچه‌ها؟ پس برای خونه اول 4 تا حالت دارم. بچه‌ها فکر کنید مثلا 7 تا گذاشتم اینجا. ما توی یه خونه نمیتونیم هم 7 بذاریم هم 8. یه دونه از عدد بعد قرار بگیره، یه دونه از رقم بعد قرار بگیره دیگه. درسته بچه‌ها؟ پس 4 تا حالت دارم. اینجا 4 ببخشید 5 تا. 4 5 6 7 8 تا. درسته؟ پس بچه یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا حالت میتونه اینجا قرار بگیره. بچه فکر کنید مثلا 7 تا برداشتم. چند تا حالت میمونه؟ 4 تا. فکر کنید یه عدد دیگه برداشتم. چند تا میمونه؟ 3 تا. یه دونه دیگه برداشتم. چند تا میمونه بچه‌ها؟ 2 تا میمونه. پس اینا همه رو با هم چیکار میکنم؟ ضرب میکنم، میشه تعداد حالتایی که عدد 4 رقمی بدون تکرار میشه نوشت. اوکی. حالا با تکرارش چجوریه بچه‌ها؟ با تکرار، وقتی میخوام با تکرار بنویسم، برای خونه اول 5 تا حالت دارم، برای خونه دومم 5 تا حالت، برای خونه سوم 5 تا حالت، برای خونه چهارمم 5 تا حالت دارم که این میشه 5 به توان 4. این برای حالت با تکرارش هستش. درسته بچه‌ها؟ پس این بدون تکرار، اینم بچه‌ها با تکرار. درسته بچه‌ها؟ که خیلی ساده هستش دیگه. بدون تکرار یعنی مثلا عدد 440 و مثلا همچین عددی رو نداشته باشیم. درسته؟ نگاه کنید 4 دو بار تکرار شده. درسته بچه‌ها؟ 4451 رو نداشته باشیم. این با تکرار دیگه. بدون تکرار یعنی یه رقمی توی مثلا یکان اومد توی صدگان دیگه نیاد. اگه همه اوکی هستید یه مثبت بذار. اگه همه اوکی هستید یه مثبت بذار. خب بله، ساناز تقسیم گذاشته. غزل جان کجا؟ چون من غزل رو نمیشناسم بچه ها، غزل پلنگ رو نمیشناسم. خب بریم ببینیم که به چه صورت هستش. یه بار دیگه توضیح میدم. گفته با ارقام 1 و 5 و 9 چند عدد 3 رقمی بدون تکرار میتونیم بنویسیم. بچه ها 3 رقمی وقتی میخواییم بسازیم، این 3 رقمی سه تا جا میذاریم. درسته؟ بچه من کلن چند تا رقم دارم؟ 3 تا رقم دارم دیگه. توی این خونه اولمون چند تا حالت دارم بذارم؟ 3 تا حالت دارم.
سه تا حالت بیشتر ندارم، یا یک رو میتونم بذارم، یا پنج و یا نه. چند تا حالت میشه؟ سه تا حالت. پس این سه تا حالت رو گذاشتم اینجا. درسته؟ برای خونه بعدی چند تا حالت دارم؟ بچه‌ها یه دونه رو که برداشتم دیگه نمیتونم مثلا 5 رو برداشته باشم، دیگه نمیتونم 5 رو تکرار کنم که. پس اون عددی که برداشتی یه دونه رقم خلاصه باید حذف دیگه که اینجا قرار گرفته. درسته؟ میریم خونه بعدی. توی خونه بعدی بچه‌ها دو تا حالت دارم، یا یک یا نه. که یا یک یا نه رو میتونم اینجا قرار بدم. فکر کنم مثلا یکم اینجا گذاشتم. چند تا حالت میمونه؟ فقط یه دونه 9 میمونه که اینجا قرار میگیره. درسته بچه‌ها؟ ببین توی هر کدوم از این خونه‌ها بچه‌ها فقط یه دونه رقم میتونه قرار بگیره. تو هر کدوم از این خونه ها فقط یه دونه رقم میتونه قرار بگیره. وقتی من اینجا می‌نویسم 1 و 9 یعنی دو تا حالت دارم که اینجا عدد بذارم. خلاصه باید یه دونه‌شو بذارم اونجا. اوکی؟ بله. بچه اینجا شماره رد و بدل نکنید خواهشم. اینجا شماره رد و بدل نکنید. مرسی. چون آره بچه ها واقعا صحبت خارج درسی نباشه. مرسی. حواسه به درس باشه دیگه بچه ها. حواسه به درس باشه. بچه صحبت خارج درسی متاسفانه اخراج میشه یک شده. بریم. بریم. ببین من اینا رو مرحله مرحله دارم میرم جلو. خب. یک کدومو گوش نکنی متوجه نشی بعدی ها رو گیر میکنی. ببین چی میگه. میگه ما ارقام 2, 6, 7, 5 چند تا عدد 4 رقمی میتونیم بسازیم؟ 1, 2, 3, 4 چند تا عدد 4 رقمی میتونیم بسازیم؟ بچه از تکرار رو بدون تکرار زیاد صحبت نکن. اوکی یعنی میتونی تکرار کنی. هر موقع نیا کنم مثلا سوال 7 نیا کنیم بچه ها اگه منظورش این باشه که بدون تکرار میگه حتما. اوکی ما عدد 2, 6, 7, 5 رو داریم. خب یعنی 4 تا رقم داریم. اوکی میخوایم ببینیم که چند تا عدد 4 رقمی میتونیم بسازیم که زوج باشه. بچه ها ویژگی عدد زوج چیه؟ که بچه ها رقم یکانشون عدد زوج باشه. ما توی این 4 تا چند تا عدد زوج داریم؟ 1, 2, 1, 6 هستش. قبوله؟ 1, 2, 1, 6 هستش. فقط همین دو تا عدد زوج داریم دیگه. پس فقط میتونم 2 رو قرار بدم اینجا یا 6 رو میتونم قرار بدم. درسته بچه ها؟ چند تا حالت میشه؟ 2 تا حالت. درسته؟ نمیتونم هم 2 رو بذارم هم 6 رو که. درسته؟ پس یک کدوم از اینا رو باید توی این خونه قرار بدم. یا 2 رو یا 6 رو. پس چند تا حالت دارم؟ 2 تا حالت دارم. درسته بچه ها؟ حالا میایم اینجا. میایم اینجا. بچه ها مگه من 4 تا رقم ندارم؟ درسته؟ پس این برای خونه اولمون بچه ها 4 تا رقم میتونم بذارم. دوباره برای خونه بعدیمون هم 4 تا رقم میتونم بسازم. درسته؟ برای خونه بعدیش هم دوباره 4 تا عدد میتونم بذارم. برای این خونه یکانمون فقط عدد 2 و 6 میتونه قرار بگیره. چرا؟ چون اینجا به ما گفته که چی؟ فقط عدد زوج باشه. فقط 2 میتونه قرار بگیره یا 6 میتونه قرار بگیره. اوکی بچه‌ها؟ پس دیگه تکرار هم بشه هیچ مشکلی نداره. یعنی هر 4 تایی که اینجا گذاشتیم مثلا اینجا گذاشتی 2, 6, 7, 5 اینجا هم 2, 6, 7, 5 اینجا 2, 6, 7, 5 میتونه قرار بگیره، میتونه قرار بگیره و تکرار هم داشته باشه. اینجا 4 تا حالت، 4 تا حالت، 4 تا حالت که گذاشتم اینجا میبینید. اینجا هم 2 تا حالت بیشتر نمیتونه قرار بگیره که اینا رو با هم ضرب بکنیم دیگه میشه 4 به توان 3 ضرب در 2. تعداد حالت هایی که میتونیم عدد 4 رقمی زوج بسازیم. فکر کن مثلا اینو بخوای بشماری باید همه عددا رو بسازی. هی 2675، هی 2765، 2576، 2567، 6270. ببینید همه عددا این همه عدد میشه. واقعا نمیشه این عددا رو شمرد. اوکی بچه‌ها؟ نمیشه این عددا رو شمرد. خب بریم بچه ها. حواسه به درس باشه خواهشم. حواسه به درس باشه. خب بریم. تا اینجا همه اوکی هم بچه ها؟ اگه همه اوکی اصلا این مثبت بذارم یه کانکشنی به هم داشته باشین. آره کلا اینا خیلی آسونن. خب ولی
بعضی جاها باران جان بچه‌ها گیر میکنن، مثلا که میگن اعداد کنار هم باشن. اینا ما داریم در مورد اعداد صحبت میکنیم. بعضی وقتا مثلا میگه با حروف کلمه مثلا جمهوری، با حروف کلمه مثلا ریاضی، با این حروف جابجا کنید تعداد حالاتی که میخواد بشماریم. چیزای باحالی هم. بعد جالب میدونید چیه بچه‌ها؟ بیشترین نمره امتحان ترم دوم از این فصل و فصل آخر هستش. یعنی فصل جایگش و ترکیب که این فصلمون هستش و فصل بعدی که احتمال هست، یعنی بیشترین نمره ها رو این به خودش اختصاص، این دو تا فصل هم به خودشون اختصاص میدن. خیلی مهمه و آسون هم هستن، باحال هم هستن. خب بریم سوال بعدی. با ارقام 3 و 4 و 8 میخوام ببینیم چند عدد سه رقمی زوج بدون تکرار میتونیم بنویسیم. اوکی بچه ها بریم ببینیم چه صورت هست. بچه ها ما میخواییم عدد سه رقمی بسازیم. خب عدد سه رقمی میخواییم بسازیم. این داستان بدون تکرار و با تکرار شاید یه ذره بچه ها رو اذیت کنه. بریم ببینیم. من اینجا بدون تکرار زوج ساختم تو اینجا. حالا اینجا با تکرار زوج اینجا ساختم. اینجا میخوام بدون تکرار زوج بسازم. خیلی آسان. ولی چون ببینید من نه فرمولی بهتون یاد میدم نه هیچی. فقط داریم از چیزایی که میدونیم استفاده میکنیم. اصلا من اول فصل بهتون گفتم که اینجا باید این کارو کنیم، اونجا باید این کارو کنیم. نه. یهو اومدم سر سوالا و داریم سوالا رو حل میکنیم. خیلی آسان. بچه‌ها رقم‌های 3 و 4 و 8 تا داریم. میخوایم ببینیم که چند تا عدد سه رقمی زوج میتونم بسازم. درسته؟ وقتی زوج باشه یعنی رقم یکانش بچه اینجا باید زوج باشه دیگه. عدد زوج یعنی رقم یکانش زوج باشه. بچه از بین اینا کدوماشون زوجن؟ یکی 4 زوجه، یکی 8 زوجه. درسته بچه ها؟ یکی 4 زوجه، یکی 8. پس یا 4 میتونه اینجا قرار بگیره یا 8 اینجا. درسته بچه ها؟ چند تا حالت دارم؟ دو تا حالت دارم. اوکی؟ پس یا 4 میتونه قرار بگیره یا 8. دوتاشون نمیتونه قرار بگیره. بچه توی رقم یکان آیا دوتا عدد میتونه قرار بگیره؟ نه، فقط یه دونه رقم. یه دونه رقم. یا 4 یا 8. خب مثلا چند تا حالت دارم؟ دو تا حالت بیشتر ندارم. اوکی بچه ها. خب چند تا عدد داشتیم؟ 3 تا. چند تا عدد داشتیم؟ 3 تا. من یا 4 رو باید اینجا بذارم یا 8 رو اینجا بذارم دیگه. درسته؟ نمیتونم دوتا چه بذارم که. فکر کنم یک کدومش رو گذاشتم، یا 4 رو گذاشتم یا 8. مثلا 4 رو گذاشتم. اوکی 4 رو گذاشتم بچه‌ها دیگه 4 از بین میره، گفته بدون تکرار دیگه نمیتونم 4 رو اینجا یا اینجا بذارم. درسته بچه‌ها؟ 4 دیگه بای بای. یه 8 میمونه، یه 3 میمونه. چند تا حالته بچه‌ها؟ دو تا حالت. قبوله بچه‌ها؟ چند تا حالته؟ دو تا حالت. فکر کنم مثلا 8 هم اونجا گذاشتم، چند تا حالت میمونه؟ فقط یه دونه حالت که عدد 3 هستش که اینا رو با هم چیکار میکنم بچه ها؟ ضرب میکنم. میشه 2 ضرب در 1 ضرب در 2 که میشه چند بچه ها؟ 4. این تعداد حالت هایی که ما میتونیم بدون تکرار بنویسیم. بچه ها میبینید چقدر ساده هستن؟ اینا همینجوری پله پله که داریم میریم بالا کم کم سخت میشن. مثل سوال بعدی که بچه این صفر میاد اذیتمون میکنه. اوکی؟ پس من کم کم دارم میرم جلو. این سوالم یه بار دیگه توضیح میدم چون توی سوال بعدی گیر نکنید. در حینی که دارم توضیح میدم بچه ها 8 دوبار نیست. نیکن من از اول دوباره میگم، از اول یه بار دیگه توضیح میدم. ببین ما 3 تا عدد داریم، 3 و 4 و 8. درسته بچه ها؟ همینجوری که دارم توضیح میدم اشکالاتون رو تایپ کنید بچه ها، چون یه ذره دیلی داره. اشکالاتون تایپ کنید تا من سوال رو توضیح دادم دوباره میام اشکالاتون میبینم. بچه ها این 3 و 4 و 8 رو داریم، قبوله؟ میخوایم ببینیم که چند تا عدد سه رقمی زوج بدون تکرار میتونیم بنویسیم. وقتی میتونه زوج باشه که یا 4 اینجا قرار بگیره یا 8 اینجا قرار بگیره. درسته بچه ها؟ یا 4 اینجا قرار بگیره یا 8. درسته؟ پس چند تا حالت دارم؟ دو تا حالت دارم. درسته؟ فکر کن یه دونه از اینا رو برداشتیم. اوکی؟ یا 4 رو برداشتیم یا 8 رو برداشتیم. هر کدومی که اشکال میکشه. فکر کن مثلا 4 رو میذارم اینجا. درسته؟ 4 رو میذارم اینجا میمونه. درسته؟ اینجا 4 باشه. عدد 4. پس 4مون رو خط بزن. چند تا حالت میمونه بچه‌ها؟ دو تا حالت. پس اینجا میتونم یا 3 رو بذارم یا 8 رو بذارم. درسته بچه‌ها؟
یا میتونم 3 رو بذارم یا 8. چند تا عدد میشه؟ 2 تا. پس فکر کنید حالا اینجا مثلا 3 رم اینجا گذاشتم. 3 رم اینجا گذاشتم. چند تا عدد میمونه؟ عدد 8 فقط میمونه که چند تا عدده؟ یه دونه عدد میشه. 2 1 2 تا ضرب در 2 میشه چند؟ 4. ببین بحث من این که مثلا اینجا عددا رو مثال میزنم بچه‌ها، فقط به خاطر اینکه بیشتر متوجه شید. خلاصه بدون که از بین 4 و 8 یه دونه‌ش رو باید برداریم. خب فکر کن 4 برداشتی یا 8 برداشتی. خلاصه یه دونه‌ش هست. مثلا 4 هست شد. میمونه 3 و 8. 3 و 8 دو تا حالته که دو تا حالت اینجا قرار میگیره. بعد یه دونه‌ش رو برمی‌داریم. چند تا حالت میمونه؟ یه دونه حالت. اوکی بچه‌ها؟ لازمه یه مثال دیگه بزنم بعد برم مثال بعدی. بچه این غزل پلنگ کیه؟ این غزل پلنگ کیه؟ من نمیدونم. خب بچه اگه اشکالی دارید بگید توضیح بدم. کلاس مجازی بعضیا اینجوری هستن، مثل اینستاگرام دیگه بچه‌ها. بعضیا اینستاگرام دیدید مثلا یه نفر یو میاد کامنت میذاره، اصلا کامنتای بد میذاره، چون پشت صفحات مجازی خیلی شجاعانه دیگه. ببخشید بچه‌ها، خلاصه من بچه‌ی خودم که اینجا هستم عذر میخوام و اصلا اهمیت ندید. بریم ادامه بحث. الان ادمین حذفش میکنه بچه. خب اوکی بچه، اینو کسی مشکل داشت؟ چون اینا خیلی مهم هستن. اگه کسی مشکل داره بگه که من توضیح بدم. خب بریم سوال بعدی بچه. نیا کنید من یه دونه سوال یعظیم بگم، یه دونه سوال یعظیم بگم، دلم راضی نمیشه. ببینید فکر کنید، فکر کنید رقم های 1 رو دارم، 4 رو دارم، 7 رو دارم، 9 هم دارم. درسته بچه ها؟ به ما میگه که چند عدد 3 رقمی فرد بدون تکرار میتونیم بنویسیم. خوب گوش کن بچه. چند عدد، من 3 همو بعد بنویسم بچه بخش. چند عدد 3 رقمیه، چه سه زیبایی، چند عدد 3 رقمیه فرد بدون تکرار. بچه این 3 رقمی، خب وقتی گفته فرد یعنی فقط رقمای فرد رو میتونم اینجا بذارم. درسته بچه؟ رقمای فردمون یکی 7، یکی 9 هستش بچه. درسته؟ چند تا حالت دارم؟ 3 تا حالت. درسته؟ 3 تا حالت دارم. 3 تا حالتی که اینجا میگم بچه، منظورم این نیست که هم 1 رو بذارم هم 7 و هم 9 ها. بچه یه کدومش رو بدم، یه رقم توی یک ها میتونه قرار بگیره دیگه. درسته؟ مثلا عدد 452 بچه مثلا میکنه این یکانشه. درسته؟ عدد یکانش یه دونه رقمه دیگه، چند تا رقم اینجوری کنار بالا هم قرار نمیگیرن که. درسته؟ پس یه دونه رقم قرار میگیره، یا یک یا هفت یا نه. خلاصه 3 تا حالت دارم. اوکی؟ این 3 تا حالت من. حالا چون گفته بدون تکرار باید حواسمون باشه. فکر کنید مثلا اینجا 1 رو گذاشتم توی یکان. چند تا حالت میمونه بچه ها؟ 3 تا عدد میمونه. درسته؟ 3 تا عدد میمونه. قبوله؟ فکر کنید مثلا 4 هم گذاشتم اونجا. اوکی؟ 4 هم گذاشتم اونجا. چند تا حالت میمونه؟ 2 تا حالت میمونه که اینجا قرار میگیره. پس اینا رو با هم ضرب میکنم. میشه 3 ضرب در 2 ضرب در 3. 3 تا 6 تا 6 تا. اوکی بچه ها؟ که اینجوری راحت میتونیم حسابش کنیم دیگه. خب ضرب میکنیم نورا جان. خب ولی یه ذره چی داره که باید دیرتر روی کانال قرار میگیره یا روی آپارات قرار میگیره؟ آره دقیقا مبینام گفته. عزیزای من خودتون خوبید بچه ها؟ واقعا دارم تنگ شده برای اینکه کلاس حضوری خوب داشته باشیم. توی کلاس حضوری حرفم زدید اشکال نداره، ولی باش. خب بریم مطلب بعدی. ببینیم مطلب بعدی چی به ما میگه. خب بچه ببینید اینجا داستان داریم ما. اینجا داستان داریم که این صفرا اذیتمون میکنن. اینجا صفرا اذیتمون میکنن. این سوال حل کنیم، سوال بعدیش دیگه و
وقتی بدون تکرار میشه اذیت کن. ببین رقم 1, 0, 5, 6 رو داریم. خب رقم 1, 0, 5, 6 رو داریم. میگه چند تا عدد 4 رقمی میتونیم بنویسیم. اوکی بچه ها اون قسمت بهش رو فعلا ول کنید. عدد 1, 0, 5, 6 رو داریم. میخوایم چند تا عدد 4 رقمی میتونیم بنویسیم. این یه رقم، این دو رقم، این سه رقم، این 4 رقم. حالا رنگ مشکی برداریم. چند تا عدد 4 رقمی میخوام ببینم هستش. بچه ها 1, 0, 5, 6 بچه ها هم میتونه یک اینجا قرار بگیره، هم 0، هم 5، هم 6. درسته؟ چند تا رقم؟ 4 تا حالت داریم. درسته بچه ها؟ نه زوج خواسته نه فرد. گفته چند عدد؟ 4 رقم. از بین 1, 0, 5, 6 بچه ها میخوایم ببینیم که چند تا حالت هستش که میتونم اینجا قرار بگیرم. پس بچه ها 4 تا رقم میتونه اینجا قرار بگیره. اوکی. حالا بچه ها اینجا رو بنویسم، بعد این هزارگانش آخر انجام بدم. ببینید 1, 0, 5, 6 بچه ها هر 4 تاش میتونن اینجا قرار بگیرن. 1, 0, 5, 6 هر 4 تاش میتونن اینجا قرار بگیرن. دوباره اینجا 1, 0, 5, 6 هم میتونن هر 4 تاش اینجا قرار بگیرن. درسته بچه ها؟ حالا اینجا میتونم 1 رو بذارم. درسته. میتونم 5 رو بذارم. درسته. میتونم 6 رو بذارم. درسته. آیا 0 رو میتونم اینجا بذارم؟ نه. بچه ما عدد 4 رقمی 0 مثلا 512 رو داریم، همچین چیزی داریم. این عدد 3 رقمیه دیگه. درسته بچه ها؟ پس این رقم اولش دیگه صفر نمیتونه بیاد. اوکی چند تا حالت داریم؟ 3 تا حالت. درسته بچه ها؟ پس چند تا حالت 4 رقمی میخوایم بسازیم، حواستون باشه توی این رقم اولش حواستون باشه که صفر نمیتونه قرار بگیره. اگر صفر قرار بگیره دیگه 4 رقمی نمیشه، که میشه 3 رقمی. پس این حاصل جواب میشه 3 ضرب 4 به توان 3 که جواب هستش. کسایی که اوکی هم مثبت رو بدن. آره آره باران جان، البته لینک رو کانال گذاشتم ها، ولی انجام بده، دست درم کنه. الهه هستش؟ الهه بچه دیگه اثری ازشون نمیبینم. بله گرشاسپی محمد و علی گرشاسپی. بله 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 درود بر دوستان. خب بریم مطلب بعدی. بچه ها اون قسمت بهش رو جلوتر حل میکنم. سوال 9 خیلی سوال مهمیه که اکثر بچه ها توی اینجور سوال میلنگن. خیلی خوب گوش کن به حرف من. عدد 4 رو یه 2 دقیقه وایسیم بارانم بیاد. بچه ها کلن اینجور مباحث خب فقط باید حواست جمع باشه که ببینید مثلا توی خونه اول چند تا عدد میتونه قرار بگیره، توی خونه دوم چند تا عدد، توی خونه سوم چند تا عدد. اوکی فقط باید حواست جمع باشه و یعنی قانون آنچنان خاصی ندارن. حالا جلوتر میرسیم جایگشته قانون دارن ها، ترکیب قانون داره، ولی برای همون ترکیب هم یا راههایی میگم که اصلا بدون فرمول استفاده کنی یا بتونی سوال حل کنی. آها کلاس این مدرسه تو مگه تا 12 نیستش نورا جان؟ مثلا اکثر مدرسه ها ته تهش دیگه تا ساعت 1 کلاس آنلاینشون هستش دیگه، بعد 1 دیگه آزادن بچه ها. الان همون آقایون گرشاسی بقیه بچه ها رو میبینید اونا تا 1 تو مدرسه کلاس داشتن که بعدش اومدن راحت اینجا. ای داده بیداد تو 4 چی بگم والا. خیلی خوب دوستان عزیزم، باران اومد؟ ادامه بدم؟ باران اومدی؟ خب ای داده بیداستان هست، چیکار کنیم؟ ببینیم بچه این سوال مهمتر، این سوالی که تا الان میخواییم حل کنیم. عدد 4 و 0 و 7 رو داریم. اوکی بچه ها عدد 4 و 0 و 7 رو داریم. خب میخوام ببینیم که چند تا عدد 3 رقمیه زوج بدون تکرار میتونیم بسازیم. بچه ها ببینید من راه اول رو میرم که ببینید کجا گیر میکنیم. 4 و 0 و 7 این 4 و 0 و 7 هم قبول بچه ها عددمون همینا بودن دیگه. خب میگه چند تا عدد 3 رقمیه زوج بدون تکرار. گفته 3 رقمی باشه، زوج باشه، بدون تکرارم با
باش قبوله. ما میخوایم سه رقمی بسازیم. خوب گوش کن ببین کجا گیر میکنیم، اذیت میشی. سه رقمی وقتی گفته، زوجم وقتی گفته، بدون تکرارم گفته. زوج یعنی چی؟ یعنی این که باید توی رقم یکانش عددای زوجمو قرار بگیرن. زوجامون کدومان؟ یا صفر یا چهار. اگر اینجا چهار و دو هفت بود اصلا اذیت نمیشدیم، ولی این صفر هستش، از اونجایی که صفر نمیتونه توی رقم صدگان قرار بگیره اذیتمو میکنه. یعنی باید ترکیبمو مشخص بشه که صفر دقیقاً کجا هستش. اوکی بچه ها، دقیقاً مشخص که صفر کجا هستش. ما بدونیم اگر توی یکان هست پس توی صدگان دیگه مطمئنیم نیستش، حالتا رو میشماریم. اگر توی یکان نیست پس حواسمون باشه توی صدگان قرارش ندیم. این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ بچه ها از اول میرم. گفته سه رقمی زوج بسازیم. زوج یعنی رقم یکانش. زوج یعنی رقم یکانش. بچه ها باید عددهای زوج باشه، یعنی یا چهار باشه یا صفر. یا صفر باشه یا چهار. اوکی. چند تا حالت میشه بچه؟ این راه حل اشتباهه ها. این راه حل اشتباهه. من دارم اینو مینویسم که بدونید کجاها گیر میکنیم. بچه ها این عدد صفرمون، اینم عدد چهارم. قبوله؟ بچه ها الان وقتی گفته بدون تکرار، من اینجا تعداد حالتایی که میخوام بنویسم و باید تکلیفم مشخصی داشته. صفر اینجا هست یا صفر اینجا نیست؟ چون صفر میتونه اینجا قرار بگیره؟ نه نمیتونه قرار بگیره. پس بچه ها این صفره داره اذیتمون میکنه. چیکار میکنم؟ چیکار میکنم؟ حالت هامون رو میشکنم بچه ها به دو تا حالت. زمانی که صفر بود و میخواستی زوج بنویسی، فقط همین حالت ها میشکنی، بازش میکنی. حالتی که صفر اینجا هست، حالتی که صفر اینجا نیست. یعنی چند اینجا هست بچه ها؟ عدد چهار اینجا هست بچه ها. یا این یا این، درسته بچه ها؟ حالا پس این راه حل اشتباهمونه. ما نمیدونیم که صفر کجا هست که ترکیبمون مشخصه که توی رقم صدگان قرار بگیره یا قرار نگیره. اگر لازم باشه من صد بارم توضیح میدم، ولی همین دفعه اول یاد میگیری، چیز خاصی نداره. گفته با عدد 4 و 0 و 7 خب عدد سه رقمی بسازیم که زوج باشه. زوج باشه بچه ها یعنی رقم یکانش باید یا صفر باشه یا عدد چند باشه؟ 4 باشه. اوکی خب پس یا صفر رو اینجا میذارم، علت اینکه جدا کردم و گفتم دوباره آخر بحث توضیح میدم. پس یا صفر اینجا باشه یا 4 اینجا. اینجا چند تا رقمه بچه ها؟ یه رقم. اینجا چند تا رقمه؟ یه رقم. برسیم به این حالتی که صفر هستش. بچه ها وقتی صفر اینجا باشه، خب بین 7 و 0 و 4، خب وقتی صفر اینجا گذاشتیم یعنی دیگه این صفر بای بای کن. چند تا حالت میمونه بچه ها؟ دو تا حالت. اینجا دو تا حالت میمونه. ما مطمئنیم که صفری وجود نداره که صدگانمون رو خراب کنه. صفر توی رقم یکان هستش. پس دو تا حالت میمونه که اینجا قرار دادیم. اوکی بچه ها فکر کنم از این 4 و 7 یک کدوم برداشتیم، مثلا 4 هم برداشتیم. چند تا رقم میمونه بچه ها؟ یه رقم بیشتر نمیمونه. یه رقم اینجا قرار میدیم، میشه 2 1 2 تا زده 1 هم کلا میشه چند تا بچه ها؟ 2 تا. این از عدد زمانی که صفر توی رقم یکان هستش. بچه ها اینجا فکر کنم عدد 4 تو رقم یکان باشه. اینجا چند تا حالت بچه ها؟ یه دونه حالت، درسته؟ پس بین 7 و 0 و 4 بچه ها یه دونه حالت ما گذاشتیم اینجا. میبینید تکلیف صفر مشخصه برای ما، درسته بچه ها؟ تکلیف صفر مشخصه. پس اینجا 4 رو گذاشتیم اینجا، چند تا حالت بود؟ یه دونه حالت. خب میخوام اینجا تو رقم صدگان عدد بذارم. چند تا حالت دارم؟ دو تا حالت دارم، 0 و 7. از این دوتا کدومشو میتونم قرار بدم اونجا؟ فقط چند تا بچه ها؟ فقط چند تا؟ 7 تا. میشه چند تا حالت؟ یه دونه حالت. پس 7 تا پری. چند تا عدد میمونه؟ فقط صفر میمونه که اینجا مجاز قرار بگیره. اینا میشه چند تا حالت؟ یه دونه حالت. که کلا اینا رو با هم ضرب کنیم میشه چند تا بچه‌ها؟ یکی. جواب آخرمون رو چیکار میکنم؟ جواب آخر چیکار میکنم؟ میگه یا این راه برو یا این راه برو. یا یعنی چی بچه‌ها؟ یا یعنی چی؟ یعنی جمع. یعنی 2 به علاوه 1 میشه چند بچه‌ها؟ 3. اوکی بچه‌ها پس 3 تا حالت داریم. این حالتی که اینجوری جدا می‌کنیم بچه‌ها فقط برای زمانیه که زوج باشه توی رقمم صفر باشه. این ترکیب صفر باید مشخص بشه. چرا؟ چون ترکیب صفر مشخص نباشه ما می‌خوایم بیایم مثلا اون رقم اول مثلا صدگانش رو بذاریم، نمی‌دونیم که صفر اینجا بذاریم یا نذاریم. ترکیب صفر باید مشخص بشه چون صفر نمی‌تونه توی صدگان قرار بگیره. و یه عدد سه رقمی، درسته بچه‌ها؟
نمونه سوال اوکی، ولی باران جان میخوام ادامه بحثو، یعنی تا جاییش میریم جلو، ادامه بحثو میخوام کلیپ درست کنم بذارم. کسایی که اوکی هستن مثبت بذارن. آره، فقط وقتی که وقتی صفر داریم میخوای عدد زوجمه. خلاصه اینکه باید تکلیف صفر خب اینجا مشخصه دیگه، اینجا مشخصه که صفر اینجا هست یا اینجا نیست. خب الهه اومدی بالاخره، الهه بیا دیگه دختر. خب بریم سوال بعدی. دیدی چقدر قشنگه بچه ها؟ خوشحالی؟ الان خوشحالید؟ پس این جوابشه اونجا حل کردم، اونجا اینو حل کردم. چی گفته؟ ای داده بیداد. وقتی نرم‌افزار نمی‌اومد یه کاری می‌کردی، می‌رفتی توی لایو آموزشگاه اونجا می‌دیدی تا این نرم‌افزار باز شه. بریم سوال بعدی. آها وایسی دان اینو حل کنم. بچه‌ها ببینید رقم‌ها اینجا رو سوال هشتمون، خب سوال هشتمون گفته بود با رقم 1, 0, 5, 6 خب چند تا عدد 4 رقمی میتونیم بنویسیم که با تکرار باشه که من اینجا حلش کردم. درسته بچه ها؟ حلش کردم. اوکی. حالا میخوام بدون تکرارش رو حل کنم. بچه ها بدون تکرارش به چه صورت میشه؟ اینجا رو نگاه کنین، یکی، این دوتا، این سه تا، این چهار تا. اوکی. اینجا میگه بدون تکرار. بدون تکرار وقتی هستش بچه ها شما چیکار میکنی؟ 4 تا عدد اینجا میتونی قرار بدی. درسته بچه ها؟ 4 تا عدد میتونی اینجا قرار بدی، یا 1 یا 0 یا 5 یا 6. من اینو با تکرارش اینجا حل کردم. ببخشید تو همه با تکرارش اینجا حل کردم. حالا بدون تکرارش دارم اونجا حل میکنم براتون. اوکی. پس اینجا 4 تا عدد میتونی قرار بدی، یا 1 یا 0 یا 5 یا 6. درسته بچه ها؟ این 4 رو این پایین بنویسم خوشحال تر میشید. خب اینجا 4 تا عدد میتونه قرار بگیره. فکر کنید مثلا 1 گذاشتم یا هر چیز دیگه. درسته بچه ها؟ حالا اینجا وقتی میخوایم حساب کنیم تعداد حالت‌هاشو بچه‌ها، از بین اینا نمیدونم که صفر اینجا هست یا صفر اینجا نیست. درسته؟ پس بچه‌ها 3 تا عدد دیگه میمونه که یه دونهشو کم میکنیم میشه چند بچه‌ها؟ 2. اوکی. پس اینم طبق همون حالت بچه جداش میکنی. اوکی؟ ما نمیدونیم تکلیف صفر به چه صورت هستش. رقم‌های 1 0 5 6 اینجا تو چک نویس بنویسم. 1, 0, 1, 0, 5, 6 میخوایم ببینیم که چند تا عدد 4 رقمی میتونیم بسازیم. اوکی بچه ها؟ چند تا عدد 4 رقمی برای اینکه بسازیم؟ خب این عدد 4 رقمی ما برای اینکه عدد 4 رقمی بسازیم بچه ها، اینجا ما میتونیم 4 تا عدد قرار بدیم. اوکی؟ اینجا 1, 0, 5, 6 4 تا عدد میتونیم قرار بدیم. اوکی. ما باید تکلیف صفرمون رو مشخص کنیم که صفر اینجا باشه یا صفر اینجا نباشه. پس دو تا حالتش میکنم. اینجا صفر اینجا باشه، حالتی که اینجا 1, 5, 6 باشه. قبوله بچه ها؟ اینجا که یه دونه حالته بچه ها، قبوله؟ اینجا که یه دونه حالت هستش. وقتی صفر نباشه چند تا حالت میمونه بچه ها؟ 3 تا حالت، یا 1 یا 5 یا 6. 3 تا حالت. فکر کن یکم برداشتی، چند تا عدد میمونه؟ 5 و 6. دو تا عدد داریم، میگه 2 تا، یا 5 یا 6. بعد 5 6 یه دونه رو برمی‌داریم میشه چند تا؟ 1. درسته بچه‌ها؟ که اینا رو با هم ضرب می‌کنیم میشه 3 تا 6 تا، ضرب یکم میشه چند تا؟ 6 تا. قبوله؟ پس ببینید صفر اذیتمون می‌کنه. صفر با تکلیفش مشخص بشه دقیقاً. حالا بریم قسمتی که مطمئنیم صفر اینجا نیست. یا 1 یا 5. اینجا دو تا عددا بنویسم می‌خوایم خط بزنیم. خیلی آسونه بچه‌ها، فقط حواستون جمع باشه. یا 1 یا 5 یا 6 باید قرار بگیره اونجا. درسته؟ پس فکر کن 1 رو مثلا اونجا قرار دادم. اوکی؟ 1 اونجا قرار دادم. چند تا حالت دارم بچه‌ها؟ 3 تا حالت دارم. از این 3 تا حالت چند تاشون میتونن اینجا قرار بگیرن؟ فقط 5 و 6. فقط 5 و 6 میتونن قرار بگیرن. چند تا حالت میشه بچه‌ها؟ 2 تا حالت میشه. اوکی؟ فکر کن مثلا 6 رو قرار دادم.
اوکی، 6 اونجا قرار داره. چند تا حالت میمونه حالا؟ حالا چند تا حالت میمونه؟ یا 0 یا 5. یا 0 یا 5. دو تا حالت. که یکیشو بذاریم اینجا، فقط یه حالت اینجا میمونه. درسته بچه‌ها؟ که اینجا هم 3 تا حالت بود، جوابمون اینجا میشه 2 تا 4 تا 4 3 تا 12 تا. که اینا رو با هم جمع می‌کنیم میگه میشه 12 به علاوه 6 میشه چند بچه‌ها؟ 18. اوکی بچه‌ها؟ که اینجور سوالا خیلی مفتن دیگه. اگه همه آره باران گفتش الهی که بچه‌ها خیلیاشون نمیتونن بیان بخاطر کلاس. اوکیه. چه کنیم؟ خب بریم سوال بعدی ببینیم که چه صفایی برقرار هستش. خب سوال بعدی من این چت رو ببندم بچه‌ها. ببین اول یه سوال کتاب حل کنیم با هم دیگه. یه سوال کتاب حل کنیم. خدمت شما عرض شد که بچه‌ها واسه یه سوال باحال‌تر. خب بچه بریم اینو با هم انجام بدیم. وقتی توی سوالمون اوکی بچه‌ها؟ خب توی سوالمون ما گفته که 4 تا کتاب داریم که کاملا متفاوت هستن. خب می‌خوایم کنار توی قفسه کنار هم دیگه قرار بدیم. درسته بچه‌ها؟ وقتی گفته کاملا متفاوت هستن یعنی تکرار نداریم دیگه. درسته بچه‌ها؟ یعنی تکرار نیستش اصلا. اوکی. 4 تا کتاب خاص داریم. 4 تا کتاب خاص داریم مثلا به این صورت. اوکی. می‌خوام اینا کنار هم دیگه قرار بگیرن. ببینیم چند تا حالت میتونن اینا کنار هم دیگه قرار بگیرن. چیکار می‌کنن بچه‌ها؟ از این 4 تا کتابی که می‌خوام قرار بگیرم بچه‌ها کنار هم 4 تا جایگاه داریم. تو این 4 تا جایگاه هر 4 تا کتاب میتونن اینجا قرار بگیرن. درسته بچه‌ها؟ هر 4 تا کتاب میتونن اینجا قرار بگیرن. فکر کنم من یکیشو قرار دادم. اوکی؟ فکر کنم یکیشو قرار دادم. اینو اینجا قرار دادم تموم شد رفت. اوکی؟ میمونه چند تا حالت بچه‌ها؟ 3 تا حالت. فکر کنم یکی دیگه‌ش هم قرار دادم. اوکی؟ چند تا حالت میمونه؟ 2 تا حالت. فکر کنم یکی دیگه‌ش هم قرار دادم. چند تا حالت میمونه بچه‌ها؟ یه دونه حالت. که این بچه‌ها میتونیم ضربشون کنیم و بنویسیم. اوکی بچه ها جلوتر بهتون میگم که وقتی اینو خیلی حساب کنید دقیقا میشه 4 فاکتوریال. جلوتر اینو فاکتوریال رو بهتون حتما میگم که به چه صورت هستش. پس بچه ها هر عدد ضرب در عدده قبلی خودش تا 1 میشه فاکتوریال. مثلا 5 فاکتوریال یعنی 5 ضرب 4 ضرب 3 تا 1. درسته بچه ها؟ این تعداد حالت هایی که میتونن توی قفسه کنار هم دیگه قرار بگیرن. بچه ها وقتی گفته کاملا متفاوتن یعنی ما تکرار نداریم دیگه بچه ها. درسته؟ این از این سوال. بریم یه سوال هم حل کنیم که میخوام طبقه بندی شده باشه. بچه ها اینجور سوال مثل سوال 13، خب مثل سوال 13 خیلی تکرار شده توی امتحانات ترمتون. من چت رو باز کنم چی میگید؟ آره دیگه همون آهانه گفتی یعنی فهمیدی. آره یعنی گفته متفاوت دیگه. وقتی گفته متفاوت شما یه کتاب رو توی جایگاه اول میذاری چجوری میخوای اون کتاب رو دوباره برداری جایگاه سوم بذاری؟ یه کتاب خاصه دیگه. درسته؟ مثلا من باران الهه مثلا آقای محمد گرشاسپی میخوایم کنار هم دیگه وایستیم. 4 تا حالت داریم دیگه. توی 4 تا جایگاه میگیم کنار هم دیگه قرار بگیریم. من وقتی توی جایگاه اول وایستادم نمیتونم هم توی جایگاه اول باشم هم توی جایگاه چهارم که. درسته؟ نمیشه که. از من فقط یه دونه هستش. درسته؟ از من چند تا هست بچه ها؟ بریم بچه ها این سوال 13 رو حل کنیم بعد بریم اون سوالای بالایی. ببین این شکل رو ما داده. خب شهرهای A, B و C و D و E هن. A, B و C و D و E. اوکی. گفته که جاده های یک طرفه رو نشون داده. اوکی بچه ها این قلم انتخاب کنم مشکی. میگه به چند طریقه میتونیم از شهر A به شهر E بریم. از این شهر آ به شهر ای بریم. خب این داستان یا و وعه بچه ها. وقتی من میخوام از آ برم به شهر ای برسم یا از این راه صورتیه قرمزه چرنگیه از اون راه میتونم برم یا از این راه سبزه میتونم برم. درسته بچه ها؟ پس یا از بالایی یا از پایینی. یا یعنی چی بچه ها؟ یعنی جمع. درسته بچه ها؟ خب پس یا از راه بالایی ببرم یا از راه پایینی. حالا راه بالایی رو حساب کنیم ببینیم چند تا راه هست. اینجامون چند تا راه هسته؟ اینجا دو تا راه هست. اینجام چند تا راه هست؟ دو تا راه.
بچه ها بینشون و یا و دیگه میگه از شهر آ به شهر بی باید برسه و از شهر بی هم به شهر ای برسه. اوکی؟ مرحله مرحله دیگه، این مرحله یا همشون و بینشون هستش، پس و هستش. اینجا دوتا، اینجا هم دوتا، دو دوتا چهارتا، قبوله؟ پس این راه بالایی. حالا اگه از راه پایینی بخوام برم به شهر ای برسم، اینجا دوتاه، اینجا سه‌تاه، اینجا هم چند تاه؟ یه دونه است. دو سه تا، شش تا، شش کی هم؟ شش تا که اینجا میتونن قرار بگیرن. درسته بچه ها؟ خب اینجا دوتا چهار تا، دو سه تا شش تا، کلن چند تا راه داریم؟ ده تا راه بیشتر نداریم. میتونیم بشمارین بچه ها. خب میتونین تا صبح بایستید بشمارین. حالا تعداد راهش کمه ولی نیا کنین، یه راه اینه که من از این راه برم بعد دوباره بیام از این برم، یه راه اینه. یه راه مثلا اینه، از اینجا برم، از این وسطی برم، از اینجا برم. درسته؟ یه راه اینه که از اینجا برم، از اینجا برم، دوباره از اینجا برم. یعنی راه‌های زیادی، همه این راه‌ها رو بشماری، تک تکش رو بشماری، 10 تا راه هستش. حالا اینجا تعدادش کمی راحت می‌تونی بشماری، ولی سوالی سخت‌تر که اصلا نمی‌شه شمرد. اوکی بچه‌ها؟ خب قبل اینکه بریم فاکتوریال، یه صفایی برقرار کنیم. این سوال میگه که با رقم های 6 و 3 و 7 و 0 خوب به این سوال گوش کنید. یه رنگ بنفش زیبا برداشتم بچه. اینجا میتونم حلش کنم. با ارقام 6 3 7 و 0 خب میخوایم این چند تا عدد 4 رقمی فرد میتونیم بسازیم بدون تکرار. 4 رقمی 1 2 3 4 4 رقمی وقتی میخوام بسازم خب فردم باشه بدون تکرار. بچه وقتی فرد باشه باید رقمای فرد فقط قرار بگیر. رقمای فردمون یکی 3 یکی 7. چند تا عدد داریم؟ 3 و 7. اوکی بچه‌ها 3 و 7 میتونید قرار بگیرید. چند تا عدد هستش؟ دو تا عدد. این از این. خب دو تا عدد میتونه اینجا قرار بگیره. اوکی. فکر کنم مثلا 3 رو برداشتی. چند تا حالت میمونه بچه‌ها؟ 3 تا حالت میمونه دیگه. درسته؟ آیا هر 3 حالتشو من میتونم اینجا بذارم؟ نه، صفر رو نمیتونم بذارم. چی رو میتونم؟ یا 6 رو میتونم بذارم یا 7 تا. بچه چند تا حالته؟ دو تا حالت. درسته؟ فکر کنم مثلا 6 هم گذاشتم. قبوله؟ چند تا حالت میمونه؟ 7 و 0. 7 و 0 رو من جفتشو میتونم اینجا بذارم دیگه، هیچ مشکلی نداره. خلاصه یه دونهشو برمیداری، یه دونه فقط میمونه. درسته بچه‌ها؟ پس صفرمون اینجا اصلا بازی نکرد، با ما اذیتمون نکرد. وقتی صفر اون رقم اول اذیت میکنه باید تکلیفش مشخص شه. ما میدونستیم که اصلا صفر حتما اینجا قرار نمیگیره. اینا رو با هم ضرب میکنیم و می‌نویسیم بچه‌ها 2 تا 4 تا 4 تا 8 تا. اوکیه؟ که این جوابش اینه. با رقم 6 3 7 3 بچه‌ها آسونه یا سخته؟ اینو بگید اول من. آسونه یا سخته دوستان؟ نظرتون رو راجع به من بگید، راجع به درس. از اون بامزه است. خب بریم ببینیم مسئله بعدی چی میگه. این سوال کتابتونه بچه ها، تا آخرش بریم بحثمون ادامه بدیم، بعدش میرسیم به این سوالا حتما حلش میکنیم. این تمرین کتابتونه دقیقا، تا آخرش بریم. خب چقدر وقت داریم دوستان من؟ اوه اوه زود میره. بچه ها ببینید یه نکته ای رو میخوام بهتون بگم، یه نکته میخوام بهتون بگم. داستان فاکتوریاله که ما اینو هم توی جایگشت ازش استفاده میکنیم، هم توی ترکیب ها. اوکی؟ هم توی جایگشت استفاده میکنیم هم ترکیب. فاکتوریال یعنی چی؟ یعنی من میگم آقا 5 فاکتوریال. خب من وقتی میگم 5 فاکتوریال، باشه بچه 5 فاکتوریال یعنی 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1. اوکی؟ فاکتوریال وقتی میذارم یعنی این عدد رو در عدد صحیح قبل